سال 95 یک کاروانی عازم کربلا شد. اسم کاروان، کاروان هنرمندان بود. در این کاروان چند تا بازیگر خانم، چند تا بازیگر آقا، حالا نویسنده، کارگردان، مجری، خواننده، اینا حضور داشتن. چون این آدم ها تو ایران یا حالا جای دیگه خیلی طرفدار داشتن، مردم پیگیری میکردن یه تعدادشون رو، عکس بالاخره مینداختیم اونجا، مصاحبه میکردن، فیلمی چیزی بود. هم موقع که اونجا بودیم این ورم خیلی سر صدا بود که مثلا فلانی و فلانی مثلا رفتن کربلا و اینا، تو اخبارهای مهم تلویزیون هم گزارش ما رو نشون میداد، چون هم موقع هم اونجا فیلم میگرفتن. خلاصه خیلی سر صدا کرد. موقعی که برگشتیم اومدیم ایران، شاید دو هفته مثلا گذشته بود از اون سفر، یه روز من رفتم پمپ بنزین بزنم، یه پمپ بنزینی که معمولا میرم، پمپ بنزینی که خیلی بزرگه، چند تا از این لاینا داره و تو هر لاینش مثلا دو سری ماشین میتونن بیان. و شانس من هم روز خیلی شلوغ بود، من تو لاین اول داشتم بنزین میزدم. همجوری که داشتم بنزین میزدم، یه دفعه یه نفر با صدای بلند داد زد که سلام آقا عظیمی. بعد برگشتم دیدم که یکی از این کارکنان زحمتکش پمپ بنزین، متصدی پمپ اینا، یه آدمی شاید مثلا 35 ساله مثل خود منم در و داغون، اون داره سلام میگه، داد زد. بعد منم اگه میخواستم جوابش بدم با داد میزدم، من دست تکون دادم با لبخند و اینا، فکر کنم مثلا من خیلی هنرمند مردمی هستم و اینا. خلاصه دست تکون دادم و اینا، تشکر کردم. بعد برگشتم، هم که داشتم برمیگشتم حرف گفتش که زیارت قبول آقا عظیمی. دوباره برگشتم گفتم ممنونم، متشکرم، ممنون. زیارت قبولی که گفت، چند تا از آدمایی که اونجا داشتن بنزین می‌زدن توجهشون جلب شد که ببینیم کیه که مثلا حالا زیارتی رفته، سفری رفته و حالا بهش میگن زیارت قبول. بعد دوباره تشکر کردم و اینا، اومدم به کارم ادامه بدم، داد زد آقا عظیمی مهناز افشار چه جور آدمیه. تو پمپ بنزین به فاصله 20 متری یکی داد بزنه مهناز افشار چه جور آدمیه. آقا موقعی که این جمله رو با فریاد گفت، تمام کسایی که داشتن بنزین میزدن قطع کردن بنزین زدنشون، تمام این شماره ها که داشت میافتاد لیتر و تومن و فلان اینا همه وایستاد و همه نگاه کردن که این چه انسانیه که زیارتش قبول باید باشه و آمار مهناز افشار هم داره. آقا عصبی شدن، آقا چی داری میگی؟ چی میگی آقا فلان؟ همین که برگشتن هم داری میاد و اینا، آماده کردم خودم که اصلا دیگه باش درگیر شم. شانس من هم روش میخواستم 40-50 لیتر بنزین بزنم. یه دفعه اومد کنارم زد شونم و اینا این شونم، گفتش که آقا عظیمین مهناز افشار چه جور آدمیه. گفتم آقا من چه میدونم چه جور آدمیه، آدم خوبیه، خوش صحبته، من بازیاشم دوست دارم، چند تا فیلماشو دوست دارم، چرا از من میپرسی؟ من یکی دو بار مطالب باش بیشتر صحبت نکردم. یه هفته گفتش که یکی دو بار آدم یه هفته میره سفر بعد یکی دو بار حرف میزنه. ملت همیشه در صحنه هم حضور داشتن دیگه، حالا اونایی که فاصله داشتن هیچی نمیشنن، اینایی که اطرافمون بودن همه کار و زندگی تعطیل، ببینن چی میشه. گفتم یک هفته سفر من و خانم افشار؟ بله تو اخبار 23 شما رو دیدم، عکساتون رو دیدم. گفتم آها داری اشتباه میکنی، خانم سفر کربلا رو میگی دیگه، خانم افشار ما نبودن که. چرا خانم افشار بود؟ یعنی من خانم افشار نمیشناسم؟ گفتم اینطوری که تو داری میگی 100% نمیشناسی. بابا من الان فیلماشون رو، چرا من عاشق فیلماشم، یه قدیمی بود، ما بچه بودیم سربداران و اینا. گفتم سربداران خانم افشار بودن موقعی که سربداران ساخته میشد، خانم افشار هنوز به دنیا نیومده بود. نکنه شما داری چیز میگی، خانم بایگان میگی، افسانه بایگان میگی. گو آره آره خانم بایگان، چقدر من ایشونو دوست دارم. آقا عظیمی افسانه بایگان چه جور آدمیه؟ گفتم عظیمی الان تو برات فرقی نمیکنه دیگه، الان مهناز افشار و افسانه بایگان، فقط میخوام بدونی چه جور آدمیه. گو آخه من میخوام کلاسه آزاد بازیگری ثبت نام کنم، میخواستم ببینم اینا چه جور آدمیه. گفتم اینکه چه جور آدمیه با اینکه چه جوری کلاس برگزار میکنه دو چیز متفاوته، ولی الان تو از کجا میدونی که اصلا اینا کلاس دارن؟ گفتیش که من آمارش رو دارم و به من گفتن که خانوما تو کلاسه بازیگری خیلی بهتر آموزش میدن. گفتم ولی من نمیدونم. باشه چشم، ولی سوال میکنم
سوال میکنم ببینم مثلا کلاس دارن یعنی این شما تلفن خانم بایگون رو دارین؟ گفتم نه عزیز من ندارم تلفنشون رو، ولی پیدا میکنم یا پرسجو میکنم و میگم خدمت شما که ایشون کلاس دارن یا نه. خلاصه تشکر کرد آقا خیلی ممنون و فلان اینا، پم بنزینم خیلی پم بنزین باحالیه. آقا باور کن من 2-3 ماه نرفتم از ترس این آدم که دوباره آمار کسی دیگر نگیره. بعد از 2-3 ماه که رفتم اونجا نگاه کردم، اومدم نگاه کردم ببینم تو کدوم لاینه یا هست نیست و فلان اینا، دیدم خوشبختانه نیست. رفتم اون لاین وسط که بنزین بزنم، یه دفعه دیدم پشت یکی از پمپا وایستاده، چشش افتاد تو چش من، بنزینم نداشتم و یعنی باک خالی اومدم، با باک خالی هم رفتم. بعد همچین داشته میدید آقا هستی میکشم کشو داری میدی. خلاصه این خاطره اول.